اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. بامدادی بی بی سی است. در برنامه امروز میشنویم از ورود هیئتی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی به چین برای کمک به مقابله با شیوع ویروس کرونا. نگاهی داریم به بودجه درخواستی دونالد ترامپ که در آن بیش از 300 میلیون دلار برای مقابله با آنچه نفوذ مخرب ایران توصیف شده در نظر گرفته شده. در ایران اولین جلسه رسیدگی به اتهامات روح الله زم مدیر مسئول و مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز برگزار شد. گزارش و گفتگویی در این مورد داریم. میشنویم از درگیری‌های تازه میان نیروهای دولت سوریه و ترکیه و گزارشی هم داریم از مرحله دوم رقابت‌های درون حزبی در آمریکا برای تعیین نامزدهای ریاست جمهوری دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه که امروز در ایالت نیو همشایر برگزار می‌شود. فعلا مشروع خبرها از فیروزه اکبریان. سلام و صبح بخیر. شمار قربانیان ویروس کرونا به بیش از 1000 نفر رسیده. به گفته پکن تنها در یک روز 103 مرگ در استان هوبه چین کانون اصلی انتشار ویروس ثبت شده. همزمان با اعلام این خبر، تیمی از کارشناسان پزشکی بین المللی از طرف سازمان بهداشت جهانی به چین رفتند. قرار است آنها به کمک متخصصان چینی تلاش کنند برای سوالات بی‌پاسخ زیادی که در مورد شیوع ویروس کرونا وجود دارد، جوابی پیدا کنند. دونالد ترامپ بودجه درخواستی 4800 میلیارد دلاری خود را به کنگره داد. در بودجه پیشنهادی دولت آمریکا بیش از 300 میلیون دلار برای مقابله با آنچه نفوذ مخرب ایران در خاورمیانه نامیده درخواست کرده. همزمان بودجه پیشنهادی به افغانستان به پایین ترین حد خود در حدود یک دهه گذشته و به 14 میلیارد دلار رسیده. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا تایید کرده که شمار نظامیانی که در حمله‌های موشکی ماه گذشته ایران به تو پایگاه هوایی در عراق آسیب مغزی دیدند به 109 نفر رسیده. پنتاگون همزمان با اعلام آمار جدید گفته حدود 70% از سربازان آسیب دیده اکنون به محل خود کار خود بازگشتند. وزارت دفاع آمریکا در گزارش قبلی خود شمار مجروحان را 64 نفر دانسته بود. امیر پیام گزارش می‌دهد. جونی ارنست، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان، روز دوشنبه در توییتر خبر داد که به محض دیدن این آمار با پنتاگون تماس گرفته و خواستار توضیح وزارت دفاع در زمینه رسیدگی به آسیب دیدگان شده است. رسانه‌های منتقد دولت هم با استناد به این آمار جدید دونالد ترامپ را به پنهانکاری و تلاش برای کم اهمیت جلب دادن حمله موشکی 8 ژانویه ایران متهم کردند و گمانه‌زنی کردند که احتمالاً کاخ سفید نمی‌خواسته موضع فاتحانه پس از کشتن قاسم سلیمانی را تحت شعاع و یا خود را تحت فشار برای واکنش نظامی به حملات ایران قرار دهد. آمریکا 4 افسر نظامی چین را به یک حمله گسترده سایبری به شرکت اکویفاکس، شرکت بزرگی که در زمینه ارائه خدمات اعتبار مالی فعالیت می‌کند، متهم کرد. This was one of the largest data breaches in history. It came to light in the summer of 2017 when Equifax announced the theft. The scale of the theft was staggering. As alleged in the indictment, ویلیام بار دادستان کل آمریکا این حمله را یکی از بزرگترین تخلفات اطلاعاتی در طول تاریخ خوانده. در این حمله که در سال 2017 میلادی روی داد، هکرها اطلاعات حساس شخصی بیش از 147 میلیون آمریکایی از جمله نام و نشانی آنها را به سرقت بردند. سلام و صبح بخیر. به چشم انداز بامدادی سه شنبه 22 بهمن برابر با 11 فوریه خوش آمدید. برنامه رو با گزارشی از آمریکا شروع می‌کنیم. دولت دونالد ترامپ بودجه درخواستی 4800 میلیارد دلاری خود را به کنگره این کشور ارائه داده. در این میان از 740 میلیارد دلار بودجه دفاعی نزدیک به 700 میلیارد دلار به پنتاگون اختصاص دارد، اما بودجه اختصاص یافته به افغانستان در پایین‌ترین حد خود در نزدیک به یک دهه گذشته قرار دارد و به 14 میلیارد دلار رسیده. همزمان دولت آمریکا در سرفصل بودجه مربوط به وزارت خارجه و آژانس توسعه بین‌الملل خواستار آن شده که بیش از 300 میلیون دلار بودجه برای مقابله با آنچه نفوذ مخرب ایران در منطقه خاورمیانه خوانده اختصاص یابد. مهرنوش بورزیایی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا در شرح بودجه درخواستی برای خود مقابله با نفوذ مخرب ایران در منطقه و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های مذهبی را از جمله اهداف اصلی خود شمرده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، مقابله با نفوذ مخرب ایران قرار است از جمله با اختصاص 337 میلیون دلار برای کمک نظامی و اقتصادی به شرکای مهم آمریکا در خاورمیانه عملی شود. بخش دیگری از این بودجه اختصاص 753 میلیون دلار به مقابله با گسترش تسلیحات کشتار جمعی، تقویت فعالیت‌های ضد تروریستی و حمایت از مینروبی و از میان بردن تسلیحات نظامی دیگر عنوان شده. در این میان برنامه‌هایی با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات کشتار جمعی نیز در همین برنامه قرار دارد. چندی پیش دیوید شنکر، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، به کنگره آمریکا گفته بود کشورش قصد دارد با کمک نظامی و اقتصادی به شرکای خود در منطقه نفوذ و دسترسی ایران به گروه‌های نیابتی‌اش را در لبنان، عراق و یمن محدود و قطع کند. او در میان از جمله به کمک 50 میلیون دلاری به ارتش لبنان برای مقابله با حزب الله و ایران اشاره کرده بود که به گفته او با کمک به استقلال ارتش لبنان میتواند دروغ‌های حزب الله لبنان را افشا کند. در همین حال 18 سال بعد از آغاز جنگ آمریکا در افغانستان و با انتشار جزئیات بودجه درخواستی دولت آمریکا روشن شده عملیات آموزش، مشاوره و مأموریت‌های ضد تروریستی آمریکا در این کشور با کاهش بودجه 3 میلیارد دلاری روبروست. این کمترین بودجه درخواستی برای عملیات آمریکا در افغانستان در نزدیک یک دهه گذشته است و به گفته برخی ناظران با نگاه به کاهش نیروهای آمریکا در افغانستان با امید به موفق شدن مذاکرات با طالبان تنظیم شده. اما این مذاکرات بارها با مشکلات روبرو شده و ولی آریا، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی به بی بی سی میگوید اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، آمریکا ناچار به تطبیق با شرایط خواهد بود. اگر به نتیجه نرسه، بعید به نظر میرسه که آمریکا عجولانه این تعداد سرباز از افغانستان خارج بکنه و 3 میلیارد دلار از بودجه 17 میلیارد دلاری که برای نیروهای خودش داره بودم کاهش بده. به این معنا خواهد بود که در واقع امتیاز دهی بدون معنا و یک نوع تسلیمی برای طالبان خواهد در مقابل طالبان. و اگر فرض بکنیم که کنگره تصویب بکنه این کاهش بودجه، خب ایالات متحده در بودجه کل نظامی خود که یک بودجه بسیار بزرگ و هنگفت است، این انعطاف پذیری زیادی داره که باز او بودجه که کاهش داده شده در مورد افتاد و افغانستان او رو بتانه جبران بکنه، برای او 5000 سرباز قرار بده مثلا بعد از توافق صلح بیرون بشن از افغانستان. آمریکا امیدوار است بتواند در مذاکرات صلح با طالبان به نتیجه برسد و نیروهای خود را در افغانستان کاهش دهد. اگرچه مارک اسپر وزیر دفاع این کشور گفته در حال بررسی کاهش نیروهای نظامی آمریکا به 8600 نفر فارغ از نتیجه مذاکرات صلح با طالبان است. مهنوش پورزیایی از واشنگتن گزارش میداد. مقام‌های چین میگویند آمار تلفات ناشی از ویروس کرونا اکنون به بیش از 1000 نفر رسیده است. تازه ترین آمار نشان می‌دهد که تنها در یک روز 103 مرگ در استان هوبه چین، کانون اصلی انتشار ویروس، ثبت شده است. آمار جدید همزمان با ورود هیئتی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی به چین منتشر شده. این کارشناسان با همکاری متخصصان چینی سعی خواهند کرد تا برای سوالات بی‌پاسخ زیادی که در مورد شیوع ویروس کرونا وجود دارد جوابی پیدا کنند. در همین حال شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین که به ندرت در مکانهای عمومی ظاهر می شود در پکن با پزشکان و بهیارانی که به بیماران آلوده به ویروس کرونا کمک می کند ملاقات کرد. امیر پیام همکارم در واشنگتن که اخبار تازه مربوط به شیوع کرونا رو دنبال کرده با ماست. امیر سلام، از تازه ترین اخبار برامون بگو. ظاهراً کارشناسان سازمان بهداشت جهانی وارد چین شدن. سلام جلال. بله، روز دوشنبه همزمان با باز شدن و برگشتن میلیون ها نفر سر کار، چون که تعطیلات سال نو چینی به اتمام رسیده بود، این هیئت وارد پکن شده. همونطور که گفتی آمار خوشایندی رو در بعد به ورودش دریافت نکرده. 103 نفر در یک روز، دومین روز هست که داره آمارها پشت هم شکسته میشه. روز یکشنبه 97 نفر که بالاترین آمار تا یه دو ماه گذشته بود و روز دوشنبه 103 نفر که آمار کل رو به 1011 کشته رسوند. اما همزمان برای پنجمین روز متوالی تعداد مبتلایان تازه ثبت شده کاهش داشتند. یعنی روز دوشنبه 2100 نفر
مبتلای جدید به صد رسید که 20% از روز قبلش یک شنبه که حدود 2600 خورده‌ای بود کمتر شده بود و این جای امیدواری رو به وجود آورده برای پزشکان. خب امیر، در خارج از چین وضعیت انتشار ویروس الان به چه شکلیه؟ شیوع چقدر گسترش پیدا کرده؟ جلال، در داخل چین 42,000 نفر تا حالا مبتلا شدند و این 42,000 نفر، برای اینکه بخوام ابعادش رو مشخص کنم، در داخل استان هوبی که 108 میلیون نفر جمعیت داره، تقریبا حدود 70-75% اونها در داخل این استان هستند و بخش اعظمشون هم داخل ووهان هستند. اما خارج از چین، همونطور که یادت هست، توی چند روز گذشته در مورد یک کشتی بزرگ مسافربری که در یوکوهامای ژاپن لنگر انداخته و قرنطینه شده با حدود 4,000 مسافر صحبت می‌کردیم. اونجا تعداد افراد مبتلا به کرونا که مثبت تشخیص داده شده 65 نفر اعلام شده. بنابراین اون کشتی همچنان در قرنطینه و در وضعیت بحرانی قرار داره در ساحل یوکوهاما. در بریتانیا 4 مورد دیگه شناسایی شدن و جمع افراد مبتلا در بریتانیا به 8 نفر رسیده. برای همین سازمان بهداشت و وزارت بهداشت این کشور ولی هشدار جدی به همه داده و همزمان خواسته که افراد با تدابیر بهداشتی، شستن دست ها، از شیوع این گسترش جلوگیری بکنن. در امریکا همینطور فرودگاه های بزرگ، همونطور که میدونیم طی چند هفته گذشته، مثل سان فرانسیسکو، شیکاگو، نیویورک، لس آنجلس، دارن تدابیر و اندازه‌گیری های بهداشتی رو برای کسانی که مخصوصا دارن از چین یا از سمت آسیا وارد میشن بیشتر میکنن و هشدار دارن میدن نسبت به اینکه ممکنه که با باز شدن و سرکار رفتن میلیون ها نفر در داخل چین و مرابطات تجاری این قول دوم اقتصادی جهان با آمریکا، تعداد کیس ها و تعداد مواردی که ممکنه به خاک آمریکا برسه در طی روزهای آینده بیشتر بشه. ولی همزمان، همونطور که گفتی، این هیئتی که وارد شده، دیروز هم رئیس سازمان بهداشت جهانی گفته بود که از نقطه های امیدواری این هستش که مقام های چینی تونستن این رو در داخل استان هوبی تا حدودی کنترل کنن و سازمان بهداشت جهانی امیدواره که اگر بتونن در همین محدوده بیشتر افراد رو نگه دارن، شاید در چند روز آینده یا چند هفته آینده بشه گفت که این بیماری در داخل چین و در داخل اون استان محصور خواهد بود و دیگه به یک اپیدمی جهانی در سطحی که سارس مثلا گسترش پیدا کرده بود شیوع پیدا نخواهد کرد. ممنون از امیر پیام، همکارمون که از واشنگتن با ما صحبت می‌کرد. برنامه رو با خبری از ایران ادامه می دهیم. دیروز اولین جلسه رسیدگی به اتهامات روح الله زم، مدیر مسئول و مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز برگزار شد. آقای زم که در ماه آبان بازداشت شد، با اتهامات سنگینی نظیر افساد فی‌الارض و جاسوسی متهم شده. ابوالقاسم صلواتی، قاضی این پرونده، گفت که جریان رسیدگی به اتهام‌های روح الله زم علنی برگزار می شود. فؤاد مسیحا گزارش می دهد. اولین جلسه رسیدگی به اتهام‌های مدیر سابق آمد نیوز. آقای روح الله زم، فرزند محمد علی، با نام مستعار نیما. این جلسه به ریاست قاضی صلواتی به تفهیم اتهام به روح الله زم اختصاص یافت. متهم است به 1. افساد فی‌الارض در بازه زمانی 1395 تا زمان دستگیری. از اتهام‌ها پرشمار بود و سنگین. 17 مورد از جمله افساد فی‌الارض، جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و فرانسه، همکاری با آمریکا، توهین به مقدسات و مسئولان جمهوری اسلامی، مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده و نشر اکاذیب. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای از گرفتار شدن روح الله زم، روح الله زم آبان بازداشت شد. سپاه پاسداران در اعلامیه گفت که او را با عملیاتی پیچیده در جریان سفرش به عراق بازداشت و به ایران منتقل کرده. عملیاتی که جزئیاتش و نقش احتمالی سرویس‌های اطلاعاتی منطقه در آن هنوز روشن نیست. روح الله زم هستم، مؤسس رسانه آمد نیوز. از و این فردای اعلام خبر بازداشت روح الله زم. مشخص نیست این اعترافات در چه شرایطی گرفته شده، آن هم در کشوری که بارها متهم به گرفتن اعترافات اجباری و پخش تلویزیونی آن شده. مدیر آمد نیوز در این ویدیو علیه خودش و افراد دیگری اعتراف می کند. آمد نیوز کانال خبری پرطرفداری بر روی تلگرام بود که محتوای آن به گفته تحلیلگران مجموعه ای از خبرها و گزارش های واقعی و غیر واقعی بود.
اما به دلیل ارتباط مدیرانش با افرادی در حلقه های نزدیک به قدرت در ایران گاهی دست به افشاگری های مهمی میزد. از جمله ماجرای ده ها حساب بانکی در قوه قضاییه در زمان ریاست صادق لاریجانی. آمد نیوز در جریان اعتراض های دی 96 در ایران نقش پررنگی در اطلاع رسانی تجمعات و فراخوان ها بازی کرد، تا جایی که دولت ایران مجبور شد از این کانال به شبکه تلگرام شکایت کند، شکایتی که سبب شد تلگرام کانال آمد نیوز را ببندد. روح الله زم اولین کسی نیست که در جمهوری اسلامی علیه خودش اعتراف می کند، اولین بارش هم نیست. او که در انتخابات 88 عضو ستاد مهدی کروبی و سهام نیوز بود، در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات بازداشت شد. آقای زم بعدها در نامه ای نوشت که از او خواسته بودند علیه چند چهره شناخته شده اعتراف کند. آقای روح الله زم را در شعبه 15 دادگاه انقلاب تاریخی برای جلسه دوم دادگاه اعلام نشده، اما به نظر می رسد رسیدگی به اتهامات روح الله زم ماجرایی پر سر و صدا در فضای پر التهاب سیاسی این روزهای ایران باشد. متهمی که در چند سال گذشته از مغضوبان اصلی جمهوری اسلامی بوده، اما کمتر از 20 سال پیش هم خودش و هم پدرش از محبوبان نظام بودند. فاد مسیحا گزارش میداد. اما همزمان با اولین جلسه محاکمه روح الله زم، مدیر کانال آمد نیوز، خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با انتشار فیلمی از فردی به نام علی غزالی نام برده و او را به تامین اخبار محرمانه برای آمد نیوز متهم کرده. آقای غزالی که در فیلم خبرگزاری صدا و سیما تحت عنوان عضو سابق هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ اقتصادی معرفی شده، مدیر مسئول سابق سایت بازتاب امروز و داماد سابق حسین نجات معاون فرهنگی سپاه است که از دیماه 1395 تا اردیبهشت 1398 جانشین حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود. آقای غزالی در فیلم خبرگزاری صدا و سیما از جمله متهم شده که با استفاده از نفوذش اسناد حیاتی و همچنین اسناد محرمانه سازمان بازرسی کل کشور را برای روح الله زم ارسال می‌کرده. برای بررسی بیشتر این تحولات در پرونده روح الله زم، سعید آگنجی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از هلسینکی فنلاند به برنامه ما ملحق شدند. آقای آگنجی خوش آمدید به برنامه. یک نام جدیدی که الان در ارتباط با پرونده روح الله زم مطرح شده علی غزالی هست که صدا و سیما اتهامات متعددی علیهش مطرح کرده. این نام و اتهاماتی که علیه او مطرح شده آیا زوایای جدیدی رو در پرونده آقای زم باز میکنه؟ در مورد آقای غزالی باید گفت که فکر کنم زاویه خاصی رو باز نکنه و در همین نقشی که یعنی اتهاماتی که به ایشون زدن کفایت کنه، هرچند که باید گفت که ایشون از سال 95 در باز یعنی از سال 94 برای یک سال برای محکومیت به زندان رفتن و سال 95 هم بازداشت اطلاعات سپاه شدن و هیچ خبری از ایشون نیست، هرچند که عده‌ای معتقد هستن که ایشون خارج کشور هستن و در حال حاضر به قید وثیقه آزاد هستن. اما نکته‌ای که باید گفت اینه که ایشون به دلیل این ادعایی که رسانه‌های داخلی کردن کاملا کذبه، چون ایشون به دلیل ارتباطاتی که از طریق پدر همسرشون یعنی سردار نجات داشتن و ایشون رئیس سپاه ولیعهد بودن، یعنی رئیس بیت و رهبر ایران بودن، اطلاعات از داخل بیت و نهادهای دیگری رو دسترسی داشتن و تونستن به دست بیارن و این اطلاعات رو حالا از هر طریقی انتقال دادن به رسانه‌های خارج کشور یا آمد نیوز. خب حالا روی خود آقای زم اگر بخوایم دوباره مقدار متمرکز بشیم، حکومت ایران از لحظه دستگیری ایشون تبلیغات زیادی در مورد این دستگیری کرد و حالا اتهامات بزرگی هم در این پرونده علیه او مطرح کرده. چقدر این تصویری که مقام‌های ایران از روح الله زم ارائه میدن به عقیده شما به عنوان یک مهره کلیدی علیه جمهوری اسلامی معرفیش میکنن، این به عقیده شما با واقعیت تناسب داره؟ ببینید، چیزی که مشهود هست تا الان افرادی که مرتبط با زم بودن مرتبط با جریانی اصولگرا یا جریان تندروی مرتبط با حاکمیت بودن، یعنی که از عبدالرضا داوری که مشاور احمدی نژاد بوده یا غزالی که به هر حال یک اصولگرا یا محافظه‌کار میشه گفت یا رستمی که خودش دبیر سایت عماریون بوده و نشون میده که ارتباطات گسترده‌ای با
زن وجود داشته، اما اینکه زن به عنوان یک مهره بسیار قوی یا مهره رسانه‌ای بوده به نظر من این اغراق‌آمیز، به دلیل اینکه به هر حال کانال آمد نیوز با کذبیات و دروغ‌هایی که منتشر می‌کرد تونسته بود ذهن مردم رو مسموم کنه و در بین جامعه رخنه کنه و به نظر من در حال حاضر اطلاعات سپاه و نهادهای امنیتی هم از این دارن بیشتر بهره برداری تبلیغاتی می‌کنن و یکی از موضوعاتی رو که باید اشاره کرد به دلیل حوادث اخیری که رخ داد به خصوص ترور آیه سلیمانی، باز اینها رو دارن به روح الله زم و کانال آمد نیوز نسبت میدن به دلیل اینکه هیچ مهره دیگه و اتفاق دیگه رو نمیتونن رقم بزنن. و یک نکته مهمتر اینه که تا کنون هیچ روزنامه نگار اصلاح طلب، هیچ فردی که در رسانه های اصلاح طلب یا پیش رو بوده با آیه زم ارتباط نداشته و این بیانگر این هست که جریاناتی که با آیه زم ارتباط داشتن جریانات خود حکومت و نزدیکانشون بودن که به هر حال نشون از نفوذ در خود سازمان سپاه و نزدیکان بیت رهبر هست، نه جریانات دیگر رو که به عنوان نفوذ نام میبرن. ممنون از سعید آگنجی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از هلسینکی فنلاند با ما صحبت میکردند. اما شما شنوندگان، نظرتون در مورد روند محاکمه روح الله زم و اتهاماتی که علیه او مطرح شده چیست؟ اگر میخواهید از طریق تلگرام با ما تماس بگیرید، شناسه ما هست بی بی سی شما. پای پخش زنده برنامه هم میتونید مثل معمول نظر بدهید. منتظر پیام های شما هستم. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما، بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. و حالا چند خبر کوتاه بشنویم از ایران، در ایران در یک نگاه. یک روز پس از پرتاب ناموفق ماهواره ظفر به فضا توسط ایران، وزارت امور خارجه فرانسه این اقدام را محکوم کرده است. فرانسه این اقدام ایران را مرتبط با فناوری موشک‌های بالستیک، خصوصاً موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای دانسته و از ایران خواسته به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد. نشریه تاکسشپیگل آلمان میگوید برخلاف تصمیم رئیس جمهوری این کشور برای نفرستادن پیام تبریک به ایران به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور، سفارت آلمان در تهران به اشتباه پیامی انتقادی به ایران فرستاده است. پیشتر فرانک والتر شاینمایر رئیس جمهوری آلمان اعلام کرده بود که امسال به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران پیامی به تهران نخواهد فرستاد. گروه حمایت از فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی و پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، میگوید او بیش از 2 ماه است که در زندان‌های ایران در اعتصاب قضاست و اکنون تا حدی ضعیف شده که تعادل خود را از دست می‌دهد. خانم عادل‌خواه 17 خرداد ماه امسال پس از بازگشت به ایران توسط نیروی اطلاعات سپاه در خانه خود بازداشت شد و سعید دهقان وکیل خانم عادل‌خواه 17 بهمن ماه گفته بود که پرونده او و رولان مارشال، محقق فرانسوی و شریک زندگی خانم عادل‌خواه، به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی فرستاده شده است. آقای مارشال هم توسط سپاه پاسداران بازداشت شده بود. برنامه را با خبری بین‌المللی دنبال می‌کنیم. وزارت دفاع ترکیه از حمله ارتش آن کشور به 115 موضع نیروهای دولت سوریه خبر داده. به گفته مقام‌های وزارت دفاع ترکیه، این اقدام در واکنش به کشته شدن 5 سرباز ترکیه در حمله نیروهای حکومت سوریه به پست بازرسی آنها در ادلب صورت گرفته. این مقام‌ها می‌گویند در حمله ارتش ترکیه 101 نفر از به گفته آنها عوامل رژیم سوریه کشته شدند. درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و ارتش ترکیه 1 هفته پس از آن بالا می‌گیرد که نیروهای دو طرف برای نخستین بار به طور مستقیم با یکدیگر درگیر شدند. در همین حال سازمان ملل می‌گوید شمار آوارگان ادلب و حلب به حدود 700 هزار نفر رسیده است. این سازمان در روزهای گذشته هشدار داده بود که این منطقه در آستانه یک فاجعه انسانی است.
برای بررسی این خبر ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین آقایی، کارشناس روابط بین الملل ساکن ازمیر ترکیه. نخست از او در مورد میزان جدی بودن رویارویی نیروهای سوریه و ترکیه پرسیدم، اینکه چقدر ممکن است این درگیری ها بالا بگیرد. این نکته که وجود داره و در واقع باعث میشه که شرایط رو یک مقدار نگران کننده بکنه در وضعیت ادلب این هستش که مذاکرات بین مقامات ترکیه و روسیه دیروز که انجام شد، این عملا حتی بدون یک بیانیه‌ای به پایان رسید. این فقط یک دور از مذاکرات نبود، دور قبلی هم چند روز پیش انجام شد و حتی یک بیانیه هم بین مقامات ترکیه و روسیه رد و بدل نشد در مورد وضعیت ادلب. و آقای چاوشوغلو بعد از اون مذاکرات گفتن که این احتمال رو ما میدیم که آقای پوتین و آقای اردوغان بشینن با هم دیگه گفتگو کنن، ولی به نظر من خیلی روسیه چراغ سبز رو نشون میده، به نظر خیلی روی خوشی رو به ترکیه نشون نمیده. و حملات انتقام جویانه ارتش ترکیه بر اساس اعلام خود وزارت دفاع ترکیه انجام شده بعد از اون که ارتش سوریه به پایگاه هلیبرد تفتناز حمله کرد و بر اثر اون 6 سرباز ارتش ترکیه کشته شدند. و همچنان به نظر میرسه که ترکیه عزمش جزم هستش که تا زمانی که امتیازی رو از روسیه نگرفته و به نظر میرسه تا زمانی که به اون خواسته خودش نرسیده که نیروهای اسد از اون پایگاه دیدبانی عقب بکشن، به نظر میرسه که تا این واقعا چراغ سبزی به امتیازی از روسیه نگرفته، این حملات ارتش ترکیه ادامه پیدا بکنه و ما عملا وارد یک فاز بسیار بسیار خطرناک در وضعیت ادلب شدیم. رهبران ترکیه میگن که اقدامات نظامیشون در پاسخ به حملات سوریه بوده. با توجه به این مسئله چرا اینقدر در ترکیه انتقاد میشه از درگیری این کشور با سوریه؟ ببینید گروه های مخالف مثل احزابی که مثل حزب جمهوری‌خواه خلق، اینا همواره منتقد بودن، به خصوص به دلیل اینکه ما الان اگر حساب بکنیم یک حمله دیگری که هفته پیش انجام شد به نیروهای ارتش ترکیه و بر اثر اون تعداد کشته شدن سرجم با اتفاقات دیروز میشه گفت 13 سرباز ارتش ترکیه کشته شدن و این چون داره تلفات میده، بگمونم به هر حال احزاب مخالف میگن که این چرا اصلا ترکیه باید در این باتلاقی که واقعا یک باتلاق هستش ادلب، حداقل نه فقط برای ترکیه بلکه برای تمامی گروه‌های درگیر بجز شاید روسیه گفته بشه که واقعا برای روسیه این گونه نبوده. حالا ما در ترکیه بیشتر داریم این رو من فکر می‌کنم از طرف احزاب مخالف اینو که چرا باید این ترکیه دست به این حملات بزنه، به خاطر حالا این دعوایی که الان پیدا کرده با روسیه بر اثر اون برای اون مسئله قرارداد سوچی که قرار بود که حالا ترکیه یک سری مسئولیت‌هایی داشته باشه و روسیه هم و یک مسئولیت‌های دیگه، بخواد جان سربازان ارتش ترکیه بخواد اینجا مورد مخاطره قرار بگیره. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ابراز آمادگی کرده برای میانجیگری میان آنکارا و دمشق. چقدر به نظر شما ایران میتونه نقش موثری در این زمینه ایفا کنه؟ این واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، در این صحبت‌های آقای ظریف به گمان من یک طنزی نهفته است. به دلیل اینکه به چه دلیل من این رو میگم؟ به سه دلیل. یک دلیل اینکه اساساً خود جمهوری اسلامی نیروهای مورد حمایتش الان دارن با همراهی نیروهای اسد عملاً تو بعضی جبهه‌ها، به طور مثال جبهه خانتومان در 4 فوریه عملاً با نیروهای متحد ترکیه درگیر شدن، تبادل آتش داشتن. برای من چطور میشه یک طرفی که خودش داره اونجا در واقع با ترکیه عملاً به طور غیر مستقیم داره می‌جنگه میتونه مثلا ژست بی‌طرفی بگیره؟ بگم من اینطور نیستش. دوم اینکه اگرم بحث میانجیگری باشه، روس‌ها خیلی مدت‌ها پیش بین ترکیه و سوریه میانجی کردن، بعید می‌دونم که هر گونه میانجیگری بخواد حتی بر فرض هم صورت بگیره طرف ایران بدون مشاوره و تایید پوتین بخواد این امر انجام بشه. و سوم اینکه اساسا این مسئله ادلب یک دعوای بین عمدتاً بین ترکیه و روسیه است. من نکته رو خیلی کوتاه اشاره کنم در تحلیل نهایی، من یک مقدار نگران هستم در مورد وضعیت ادلب، به دلیلی که اگر این وضعیت از کنترل خارج بشه و روسیه و ترکیه نتونن به یک راه حلی برسن، این احتمال وجود داره که نیروهای ترکیه و نیروهای جمهوری اسلامی اینها عملا با هم درگیر بشن. یعنی خیلی وضعیت خطرناک هستش در ادلب، چون نیروهای متحد جمهوری اسلامی، نیروهای فاطمیون، زینبیون و غیره و نیروهای ترکیه کاملا فاصله‌هاشون با هم دیگه نزدیک هست. یعنی هر لحظه ممکن هستش که در ادلب ما یک جنگی ببینیم که همه در واقع به جان همدیگه بیافتن و یک وضعیت بسیار بغرنج شکل بگیره. برای من فکر می‌کنم که
منتظر بمونیم تا چهارشنبه جیمز جفری نماینده سوریه، نماینده آمریکا در امور سوریه به ترکیه خواهد اومد، ببینیم آیا آقای اردوغان و آقای پوتین با هم دیگه بالاخره حاضر میشن که بنشینن و این مسئله ادلب، این بحران رو تا یه حدی بتونن حداقل به طور موقت حل و فصل بکنن. با حسینی آقایی گفتگو میکردم، کارشناس روابط بین الملل ساکن ازمیر تو. و حالا نگاهی به سرخط اخبار مهم روز بیاندازیم. مقام های چین میگویند آمار تلفات ناشی از ویروس کرونا به بیش از 1000 نفر رسیده است. تازه ترین آمار نشان میدهد که تنها در یک روز 103 مرگ در استان هوبه چین کانون اصلی انتشار ویروس ثبت شده. همزمان با اعلام این خبر، تیمی از کارشناسان پزشکی سازمان بهداشت جهانی از طرف این سازمان وارد چین شدند. دولت دونالد ترامپ بودجه درخواستی 4800 میلیارد دلاری خود را به کنگره ارائه داد. در بودجه پیشنهادی دولت آمریکا بیش از 300 میلیون دلار برای مقابله با آنچه نفوذ مخرب ایران در خاورمیانه نامیده درخواست کرده است. در همین حال بودجه پیشنهادی به افغانستان به پایین‌ترین حد خود در حدود یک دهه گذشته رسیده و به 14 میلیارد دلار رسیده. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، تایید کرده که شمار نظامیانی که در حمله موشکی ماه گذشته ایران به دو پایگاه هوایی در عراق آسیب مغزی دیدند به 109 نفر رسیده است. و آمریکا 4 افسر نظامی چین را به یک حمله گسترده سایبری به شرکت اکویفاکس، شرکت بزرگی که در زمینه ارائه خدمات اعتبار مالی فعالیت می‌کند، متهم کرد. دادستان کل آمریکا این حمله را یکی از بزرگترین تخلفات اطلاعاتی در طول تاریخ خوانده. در اینجا به نیمه راه رسیدیم. ممنون از همراهیتون. در ادامه برنامه ابتدا به ایالت نیوهمپشایر در آمریکا میریم و از مرحله دوم رقابت‌های درون حزبی در آمریکا برای تعیین نامزدهای ریاست جمهوری دو حزب دموکرات و جمهوری خواه میشنویم. گزارشی داریم از افغانستان در مورد ابتکار یک جوان افغان که فرصت شغلی خاصی را برای زنان فراهم کرده. و البته طبق معمول سه‌شنبه‌ها برنامه هفتگی مرور کتاب رو هم خواهیم شنید. با ما باشید در چشم‌انداز بامدادی بی بی سی. در آمریکا مرحله دوم رقابت‌های درون حزبی برای تعیین نامزدهای ریاست جمهوری دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه امروز در ایالت نیوهمپشایر برگزار می‌شود. نامزدی دونالد ترامپ برای حزب جمهوری‌خواه قطعیت دارد و در این بین توجه همه به رقابت‌های نزدیک بین بعضی از نامزدهای حزب دموکرات است. نظرسنجی‌ها بیانگر پیشتازی سناتور دموکرات برنی سندرز در نیوهمپشایر است که با پیت بوتیجج در رقابت است، شهردار سابق از ایالت ایندیانا که پیشتر در ایالت آیووا برنده شد. جو بایدن، معاون سابق ریاست جمهوری آمریکا که در نظرسنجی‌های ملی در رده دوم قرار گرفته، در آیووا نتیجه درخشانی نگرفت و پیشبینی نمی‌شود در نیوهمپشایر هم به نتیجه دلخواه دست پیدا کند. خشیار جنیدی از شهر منچستر در ایالت نیوهمپشایر گزارش می‌دهد. سناتور برنی سندرز در واپسین ساعات تبلیغات انتخاباتی همچنان در تکاپو برای رساندن پیامش به مردم نیوهمپشایر. We cannot continue having a president who is a pathological liar. به این باشگاه آمده تا از مردم بخواهد به برنامه‌هایش برای برقراری عدالت اجتماعی رأی دهند. We have the agenda that speaks to the vast majority of the people in this country. هوادارانش مانند داگ ویکبک او را سیاستمداری مترقی و تحول‌خواه می‌دانند. برنی همیشه همین بوده. او چند دهه است که طرفدار جنبش حقوق مدنی، اتحادیه‌های کارگری و حفاظت از محیط زیسته. همه اینها دلایل خوبی هستند برای رأی دادن به اون. نظرسنجی‌ها از پیشتازی آقای سندرز در نیوهمپشایر و همینطور در سطح ملی خبر می‌دهند. خبری که برای گروهی از دموکرات‌ها نگران کننده است. می‌گویند سیاست‌های چپگرایانه آقای سندرز باعث می‌شود این حزب رأی میانه روها را در رقابت با دونالد ترامپ از دست بدهد. گروهی از دموکرات‌ها مانند روزانا پاراتی در پی نامزدی هستند که میانه رو باشد و
جاذبه بیشتری برای دیگر گروه‌ها داشته باشد. حزب دچار دو دستگی شده. خیلی ها می‌خواهند به یک نامزد مترقی رأی بدهند، اما به نامزدی نیاز داریم که برای همه گروه‌ها، از جمله کسانی که از سیاست‌های دولت کنونی سرخورده هستند، جذابیت داشته باشد. پیت بوتجج، شهردار سابق یک شهر کوچک در ایالت ایندیانا، سرمست از پیروزی هفته پیش در ایالت آیووا، از هوادارانش می‌خواهد به او رأی دهند تا با متحد کردن دموکرات‌ها دونالد ترامپ را شکست دهد. هوادارانش مانند یاکوب لوی می‌گویند بوتجج صدای آینده است. بوتجج از انرژی لازم برخورداره و تواناست و به اعتدال تمایل داره. رقابت‌های درون حزبی در نیو همشایر برای دیگر کاندیداها مانند سناتور ایمی کلوباچر و جو بایدن، معاون رئیس جمهوری سابق، هم حیاتی است. آنها همچنان به نتیجه این انتخابات امیدوارند. تا به اینجای کار در نیو همشایر نظرسنجی ها نشون میدن که برنی سندرز نسبت به دیگر رقبای خودش جلو هست. اما اون چیزی که برای آقای سندرز و دیگر نامزدهای دموکرات در این لحظه اهمیت داره این هست که بتونن رأی اون افرادی رو که هنوز قادر به تصمیم گیری نیستن که به چه کسی میخوان رأی بدن رو به سمت خودشون جلب کنن. صف طولانی هواداران دونالد ترامپ در نیو همشایر ساعت‌ها زیر باران و در هوای سرد ایستاده‌اند تا در شب رقابت‌های درون حزبی بتوانند در سخنرانی او حاضر باشند. شکاف فعلی میان دموکرات‌ها خبر خوبی برای این بخش از جامعه آمریکا است که با تبرئه رئیس جمهوری محبوبشان در استیضاح با نیروی بیشتری در انتخابات آبان ماه شرکت خواهند کرد. خشایار جنیدی گزارش میداد. هر جا که هستید، سر میز صبحانه یا در حال رانندگی، می توانید چشم انداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید. صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485، 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22، 25 و 31 متر برابر با 13750، 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید. خب چند تا از پیام‌هایی که به دستمون رسیده رو براتون بخونم. مرتضی نوشته که والا آقایان مسئول تو ایران عادت دارن هر چیزی رو بزرگ نمایی کنن، از زدن موشک گرفته تا کارهای عمران اقتصادی. حالا حکایت آقای زم هم همینه، سر و صداش زیاده، هیچی توش نیست، الکی بزرگش کردن. این پیام مرتضی بود در تلگرام. حسام نوشته که به نظرم چنانچه ایران بتواند یک همکاری امنیتی، دفاعی و اطلاعاتی نزدیک با ایالات متحده و همپیمانان این کشور تعریف کند، نیازی به بودجه های متعدد دولت آمریکا برای مقابله با ایران نخواهد بود. چند تا پیام دیگه هم رسیده به دستمون، در ادامه برنامه براتون میخونم. فعلا گزارشی از افغانستان داریم که برنامه رو باش ادامه میدهیم. این روزها در نقاط مختلف شهر کابل سه چرخه هایی به چشم میخورند که توسط زنان رانده میشوند و اونها به کمک آن غذاهای مختلفی رو که تهیه کردند به فروش میرسانند. آشپزخانه سیار بانو ابتکار یک جوان افغان است که از چند ماه به این سو فعالیتش را آغاز کرده و زمینه اشتغال را برای شماری از زنان فراهم کرده است. رانندگی سه چرخه و تهیه و فروش غذا در جاده های کابل توسط زنان کم
سابقه است، اما به گفته شهروندان تمیز و بهداشتی بودن غذاها سبب شده که خدمات این زنان مورد استقبال قرار بگیرد. این زنان هم میگویند با درآمد هر چند اندک سعی دارند به خودکفایی اقتصادی برسند و به بهبود وضعیت زندگی خانواده هایشان کمک کنند. سجاد محمدی خبرنگار ما در کابل با چند تن از این زنان صحبت کرده و این گزارش را فرستاده است. سه چرخه های آبی رنگ را اکنون می توان در نقاط مختلف شهر کابل دید. غذاهای خوشمزه و سهی را دامان تجربه کنید. اما چیز تازه و متفاوت این است که در پشت فرمان این سه چرخه ها یک زن قرار دارد. زنان مثل شریفه وحدت که فارغ رشته اقتصاد است. ما برنج داریم، مکرونی داریم، برگر فعلا. شریفه 24 سال سن دارد و 3 هفته است در نقاط مختلف کارتیسه با وسیله آشپزخانه سیار بانو به شهروندان غذای آماده فراهم می سازد. شریفه از برخورد مردم و میزان فروشش راضی است. فعلا مشتری هم زیاد داریم. از مزهشان، از کیفیتشان و همچنان صحی است غذایی که ما میفروشیم. اینا کلا مردم راضی است. روزانه چقدر درآمد دارین؟ در روز 2700 2800 افغانی اینو میشه. اینا 300 افغانی به ما میته و هر برگری را که ما جور میکنیم 5 افغانی از اونو کمیشن بر ما میته. شریفه زبان انگلیسی نیز میآموزد و پول کورس انگلیسی را از درآمد همین آشپزخانه سیار میپردازد. از او پرسیدم چرا در یک اداره دولتی وظیفه نگرفته. فعلا مشکلات هست در افغانستان، چون ما ایره با وضاحت میتونیم بگویم که ما اولاد غریب هستم. فعلا به کشور چیز جریان داره که اینه کسایی که واسطه داشته باشه اونا میتونه در زودترین وقت در ادارات جذب شه. با این هم شریفه روی یک چیز تاکید دارد، خودکفایی اقتصادی زنان. هر زن باید کوشش بکنه خودش در پای خود ایستاد شود. تا وقتی ما پیش مردا عذر بکنیم که تو بریم یک ده افغانی بده، 50 افغانی بده و همچنان کار کردن برای هیچ کسی ننگ نیست، نه برای زن و نه برای مرد. ما همی اکنون در منطقه کارتیس شهر کابل هستم. خواستم یک بار استفاده از سه چرخه سیار آشپزخانه بانو را امتحان بکنم که چگونه استفاده میشه. این سه چرخه با وسیله سولر آفتابی حرکت میکنه، برخلاف دیگر سه چرخه ها و موترسایکل ها که صدای بسیار بلند داره، این سه چرخه صدای بسیار پایین داره و سرعتش هم اندک است. این سه چرخه ها با وسیله نور آفتاب چارج می شود و با 6 ساعت چارج می تواند تا 90 کیلومتر حرکت کند. به نظر می رسد توجه به نظافت، قیمت ارزان و اینکه غذاها از سوی زنان آماده می شود، بیشتر از پیش مشتریان را به سوی این آشپزخانه های سیار جلب می کند. در منطقه دهبوری شهر کابل هستم. ساعت حدود 1:30 پس از چاشت است. اینجا یکی از آشپزخانه سیار بانو قرار داره که یک خانم مصروف آماده سازی غذا است. اینجا دیدم میشه که بیروبارم زیاد است، 5-6 نفر آمده به خاطر خوردن غذا و بردن غذا از اینجا. دیدم میشه که اونجا 3 جوان مصروف گرفتن غذا است. ما میخوایم با اینا صحبت بکنم، میشه خودم معرفی کنید؟ پاسیب الله شور هستم، یک تن از کارمندان دولت. ما اینجا چند علت بود، یکی که دیدم گفتم یک خانم مثلا جرأت کرده که کار کنه و یک رزق روزی حلال بر خود جور کنه. با او خاطر ویرام دیدیم بسیار خوشم شدیم، گفتیم باش که یک تشویق هم شود برش. و در ضمن از او دیدیم بسیار غذایش هم صحیح است و پاک است. در حالی که ساعت حدود 2 پس از چاشت است و کم گذشته از اینجا، خانم دیگری را دیدم که در حال جمع کردن وسایلش است. ما یک بجه خلاص کردم، بس برای دفتر زنگ زدم که اگه هست برم بیارین دیگه. تال خلوت نبوده، نبود همین چیزا برد دفتر ها کل شهر، هر کیش اشخوراک برد. کسایی که خورده تعریفات میکنه، میگه خوبیش است، مزه دار است، بار میه. مرضیه 38 ساله، 3 پسر و 2 دختر دارد. شوهرش خیاط است. او میگوید به خاطر سهم گرفتن در اقتصاد خانوادهش از 3 ماه به این سو به جمع آشپزخانه سیار بانو پیوسته. آشپزخانه سیار بانو از سوی یک جوان ایجاد شده. او زنهایی که مشکلات اقتصادی داشته باشد و زنهایی که در خانه مرد نداشته باشد. فرهاد واجدی میگوید در حال حاضر 25 سه چرخه سیار دارد و در نظر دارد این رقم را به 50 افزایش دهد. به گفته او هدفش از این ابتکار سود مالی نه، بلکه خودکفایی اقتصادی زنان نادار است. این زنها که همراه ما کار میکنه به نگاه کارگر اونها را نمیبینم. اینها را ما میخوایم که تجار بسازم و برشان این پیغام بتم که کراچه شما است و شما مالکین کراچه خود بودین. اگر شما خوب یاد میگیرین تجارت چطور
میشه، مارکتینگ چطور میشه. هرچند حرکت این سه چرخه ها در جاده های کابل آهسته و محتاطانه است، این زنان مانند فرشته و مرضیه دست و آستین برزدند که چرخ اقتصاد خانواده هایشان را به حرکت درآورند. هرچند آهسته. برای زمین که زندگی را جای مشترک پیش برد با هم دیگه. سجاد محمدی از کابل گزارش میداد. یکی از شنوندگان با شناسی بلو بوی در تلگرام نوشته که نیروهای امنیتی ایران در گذشته روح الله زم رو فردی بی اعتبار و نه چندان مهم معرفی میکردن و حتی او را سر کار گذاشته بودند و در پوشش افشاگر برای او اطلاعات مهم میفرستادن و بعد هم این موضوع رو به صورت مستند پخش کردن تا نشان دهند که روح الله زم چقدر آدم کم اهمیتی است و به راحتی میشود او را سر کار گذاشت. بلو بوی در تلگرام اضافه کرده که حالا جالب است وقتی نیروهای امنیتی او را دستگیر کردن به یک باره او را به عنوان یک مهره بسیار مهم دشمن و سرویس‌های جاسوسی بیگانه معرفی کردن. این واقعا یک تناقض آشکار است و نشان می‌دهد جمهوری اسلامی فقط می‌خواهد این ماجرا را بزرگ جلوه بدهد. و علیرضا هم در تلگرام نوشته تا اینجا که کشورمون مانند فرد ماجراجویی شده که حواسش به اینه که کجا نزاع یا زمینه‌ای برای مداخله وجود داره که بلافاصله اونجا وارد معرکه بشه. ممنون از پیام هاتون. سری بزنیم به دنیای ورزش. اخبار ورزشی امروز رو پوریا جعفری تهیه کرده. بله، لیگ قهرمانان فوتبال آسیا شروع شد. هفته اول اون و روز اول اون دیروز بود. دو تا نماینده ایران به زمین رفتن، هیچ کدومشون هم برنده نبودن. استقلال تهران در اربیل اقلیم کردستان عراق بازی کرد با تیم اشورته عراق و در نهایت 1-1 مساوی شد بازی. استقلال جلو افتاده بود، یه پنالتی دادن. این دانشگر هم بعضی موقعا خوب بازی کرد، بعضی موقعا خیلی خوب بازی نکرد، ولی در صورت استقلال یه امتیاز گرفت، برمیگرده به تهران، نشه بعدی هم نیست براش. اتفاق بعدی که افتاد اینه که قائدی مصدوم شد و تعویض شد و با توجه به اینکه دیاباته هم مثل اینکه رفته از استقلال فعلا برای دیدن خانواده‌اش و اونم مصدوم هست، این دوتا مهاجمی که هم برای استراماچونی خیلی خوب گل زده بودن، هم واسه فرهاد مجیدی عصای دستش شده بودن، اگه جفتشون مصدوم باشن کار بسیار سختی خواهد داشت مجیدی، به خصوص که داره الان هفته دو تا بازی انجام میده، هم تو لیگ ایران هم در لیگ قهرمانان آسیا. اما اون یکی بازی اولین تجربه درست حسابی آسیایی شهرخودرو یا نماینده از خراسان رضوی یا شهر مشهد در لیگ قهرمانان آسیا بود که نتیجه خوبی هم در نهایت عاید شهرخودرو نشد. الهلال عربستان 2-0 بازی رو برنده شد. الهلال عربستان پر افتخارترین تیم فوتبال قاره است، مدافع عنوان قهرمانی، بازیکن‌های درجه یک بین‌المللی داره مثل جووینکو، مثل گومیز. خب پوریا، بریم سراغ بازی‌های امروز لیگ قهرمانان فوتبال آسیا. امروز هم دو تا نماینده دیگه ایران بازی دارن. سپاهان اصفهان باید بره به امارات، یعنی رفته به امارات، امروز با العین مسابقه خواهد داد. دور و ور ساعت 6:30 تهران سپاهان بازی میکنه با العین و در مسابقه دیگه که یه خورده بعد از اون شروع خواهد شد، الدوحیل قطر که یکی از بهترین تیم‌های آسیا در سال‌های اخیر بوده، تیم قدرتمند لیگ فوتبال قطر، میزبان پرسپولیس خواهد بود. گوش کنیم صحبت‌های احمد نوراللهی، بازیکن ملی پوش پرسپولیس که چند سالی خیلی عالی هم داره بازی میکنه، راجبه این مسابقه صحبت که طرفه رو گوش میکنیم. میدونیم با چه حریف سرسختی باید مقابله کنیم و طی سالهای گذشتم باشون رقابت کردیم و نتایج خوبی هم گرفتیم، ولی خب لیگ قهرمانان شرایط متفاوتی داره و مسلماً با یه هدف خیلی بزرگ می‌خوایم مسابقات رو شروع کنیم و ایشالله که بتونیم موفق باشیم. احمد نوراللهی بود، بازیکن تیم پرسپولیس و تیم ملی. حالا بریم سراغ تیم ملی و قرارداد اسکوچیچ. بله، قرارداد اسکوچیچ هم سرانجام دیروز امضا شد در مقر فدراسیون فوتبال. سرپرست فدراسیون فوتبال حیدر بهارمند که خیلی‌ها تصور می‌کنند قاعدتاً یک نقشی در فدراسیون آینده خواهد داشت، این قرارداد رو امضا کرد. البته همچنان انتقادها، حرف و حدیث‌های زیادی در مورد اومدن اسکوچیچ به تیم ملی ایران هست. مبلغ قرارداد اعلام نشده، ولی اون چیزی که من پرسیدم از اینور و اونور بین 150 هزار تا 200 هزار دلار مثل اینکه قراره که برای این مدت بهش پرداخت بشه. فکر میکنم که تا خرداد ماه خواهد بود این قرارداد، یعنی اگه که از این مرحله نتونه بره بالا، واقعا یک معجزه احتیاج داره اسکوچیچ که اون رو بخواد در سمت مربی تیم ملی ایران نگه داره.
و حالا در پایان این ساعت از چشم‌انداز بامدادی نوبت میرسه به برنامه هفتگی مرور کتاب با مسعود بهنود. مریم سطوت نام آشناست، از آن جمله چریکای جانفدای عضو سازمان چریکای فدای خلق که از اول انقلاب با ظهور گروه های چریکی به عنوان کسی که در زندان بود است و سابقه و فعالیت چریکی اسلحه به کمر داشته شناخته شده و در همه این سالها هم فعال بوده، فعال اجتماعی بوده، مسائل مختلف میپرداخت، فرهنگی، کار فرهنگی میکرد و اینا. همسر مهدی فتاح‌پور بودن هم که یکی از رهبران سازمان چریکای فدایی هست و بود، این هم کمک میکرده است به اینکه از برابر چشم اهل فن دور نشود مریم. حالا یک کتابی نوشته، اسمشو گذاشته مادی نمره 20. مادی نمره 20 این دفعه دیگه شهر چریک بازی و خانه تیمی نیست، هست ولی در اون در ذات روایت عشق حضور داره و میشه فهمید که یک کار نکرده است. شده است، اشاراتی شده است، ولی اینکه کتابی بنویسیم راجع به تپش‌های قلب در زمانی که در خانه تیمی هستیم و این کار در اونجا ثواب و صلاح نیست، به نظرم یگانه است، به خصوص با لحن صمیمی که میگه. بخشی از کتاب رو در همون شروع از زبان مریم سطوت. همه چیز از همون شب اول شروع شد، همون نگاه کنار سفره، همون وقت حس کردم اتفاقی افتاد، اما باور نکردم. آن روز که مادی نمره 20 را نشانم داد، فهمیدم که حس مشترکی ما را به سوی هم می کشد. حسم را پس زده بودم. آن روز که لیوان چای نیمه ام را برداشت و با لبخندی سر کشید، فهمیدم که می گوید ما یکی هستیم. اما از بیان صریحش بیشتر ترسیدم. آن روز که با قاشقش در کاسه آش مشترک من روی قاشقم زد و نگاه من لحظه‌ای به هم گره خورد، آن روز که وقت نگهبانی مرا با گل یاسی بیدار کرد، او سکوت نکرده بود. چطور از کنار این همه گذشته بودم؟ چه دنیای عجیبی! او از آن سر دنیا آمده بود، من از این سر دنیا، تا اینجا در این خانه تیمی یکدیگر را بیابیم. چرا این اتفاق اینجا افتاد؟ در اینجا که عمر ما دو روزی بیش نیست، اینجا که آینده‌ای وجود ندارد، اینجا که دوست داشتن ممنوع است. از آنچه پیش رو بود ترس داشتم، از خودم، از او، از آینده ناروشن این احساس. کوکو داشت میسود، پس چرا نیامد؟ زمان خیلی کند میگذشت. شاید امشب آخرین امکان برای هر دوی ما بود تا با هم تنها باشیم. انقدر داغ شده بودم که فکر کردم همین الان است که از گونه هایم خون بیرون بریزد. نفس عمیقی کشیدم، سرم را به شدت تکان دادم تا این افکار را از آن خارج کنم. چه خوب که در سازمان بودیم و لازم نبود به این مسائل فکر کنیم. نه خانواده، نه موقعیت اجتماعی، نه شغل، نه پول، هیچ کدام اهمیت نداشت. تنها احساس من بود و احساس او. رضا فکری متولد 53 هست، مردی است متأهل، بیشتر انتقاد نوشته است و کسایی که منتقد هستن چه پوست و کلوفتی باید داشته باشن وقتی که میرن قصه می نویسن، یعنی وارد همون هیته‌ای میشن که قبلا انتقاد کردن ازش و اون وقتی که منتقدین بسیاری آماده نشستن که پوست آدمو بکنن. اما نه در مورد مجموعه داستانی که قبلا منتشر کرد چیزی را به هم نریز و چه رمانی که الان چاپ جدیدش منتشر شده ما بد جایی ایستاده بودیم، هیچ کدام نقد تند نگرفت. چرا؟ به دلیل اینکه رمان ما بد جایی ایستاده بودیم یک برداشت خیلی غریبی است از یک قصه‌ای که این دفعه دیگه فرم و نحوه بیان و اینها توش خیلی جدی کاری نمی‌کنه. خود قصه است، جان قصه است.
دختر پسری که در یه اتوبوس همراه میشن در ترمینال جنوب تهران و باید راه درازی رو برند. در این راه پسر یعنی اسد میشه مرشد و اون شبدیز شکل کلاسیک و معمولی کسایی رو داره که قهرمانی رو پیدا کردن و دنبال اون میرن. اما همینقدر که این اتوبوس جلو میره و میرسه به شهرها و گذر میکنه، این نقش این دوتا و حوادثی که در برابرشون قرار میگیره، از آدمهایی که در برابرشون قرار میگیره تا حوادثی که در مقابلشون پا میگیره، همه چهره های جدیدی ازشون میسازه. در این مراحل گاهی اوقات به امتحانهای بسیار دشواری گرفتار میشند. لحن و بیان قصه لحن و بیان خاصی است. بعضی جا گویش های محلی میاد. نویسنده انقدر غرق قصه بوده است، جان قصه، به نظرم که خیلی وقت نگذاشته برای اینکه مواظب مثلا تنوع بیانی هم باشه، و چه بهتر که این کار کرده. انگار که یک کسی در مقابل ما ایستاده است و داره یک قصه واقعی رو تعریف میکنه و این موفقیتی است برای رضا فکری که به نظرم میرسه که با این رمان وارد حیطه جدی کار شده، از عالم منتقد به یک نویسنده تبدیل شده است. او کارشناس الکترونیک. در این حال یادتون باشه. بشنویم بخشی از کتاب رو با صدای رضا فکری. خداحافظی کردم برای رفتن که نگذاشت، بس که یک دنده بود. گفتم نمیخوام مادرم با این حال نظر ببیندم. اصلا امتحانهای پایان ترم را که دادیم یک بار همون وقت میاییم و تا خود اسفند میمانیم. حالا هم انگار نخانی آمده نخانی رفته. ای کاش این ناز احمقانه را نمیامدم و بدون زر زدن زیادی آدرس محل را بهش میدادم که دوتایی راه بیفتیم به طرف خانه. اول خیابان شاپور را تا انتها برویم پایین و از اداره آگاهی رد بشویم و خیابان شوش را برویم تا سر رجایی، بعد هم بپیچیم توی بهزاد و فلکه چهارم خزانه را دریابیم. سر کوچه که رسیدیم پارک کنیم و من زنگ بلبلی خانمان را بزنم. بابا بیاید دم در با همون زیر پیراهنی که یک کپه پشم سفید و سیاه از زیرش زده بیرون و با همون پیژامه راه راهی که مامانتی 10 بار برایش کش قیتانی عوض کرده. از من نترسد و از حضورم ذوق زده بشود. ساک حمام را توی دستم ببیند و بگوید اینو چرا با خودت بردی طول سگ؟ 4 ماه حموم نرفتیم، بوی سگ مرده گرفتیم من شاپور. ساک را بیاندازم زمین و دستهایم را حلقه کنم زیر بغلش و سرم را بگذارم روی شکمش و هار هار گریه کنم. اسد هم برای عوض کردن فضا سلامی بکند و بگوید چه لوس این پسر شما، انگار تازه رفته تو 10 سال خرس گنده. بابا من را آرام از خودش جدا کند و با اسد روبوسی کند و به فرما بزند و ببردش تو. از راه رو رد بشویم و ویلچر شاپور را از سر راه برداریم و برویم توی اتاق. مامانتی توی رخت خواب کنار شاپور خوابیده باشد و ما را که ببیند لبخند بزند و من دراز بکشم پهلویش و باز عر بزنم. بابا بگوید بس دیگه نره خر. اسد بگوید جناب هدامتخانی اگر اجازه بدین من برم یه چایی بریزم، آشپزخونتون کجاست؟ و پدر بگوید شما چرا پسرم، خودم میارم برات. و برود و با 3 استکان چای قندان چینی طرح ناصرالدین شاهی برگردد و من هنوز کنار مامانتی خوابیده باشم و رهایش نکرده باشم. با اشاره به این بگوید از دوستت عذرخواهی کن که من درازم اینجا، و من بگویم نگران نباش مادر، مثل برادری ما با هم و این حرفا میان ما نیست. دو لبش بخندد و من گوشم رو بیاورم نزدیک سرش و او بگوید چرا زنگ نزدی پسرم؟ میدونی چقدر دلتنگت بودم من؟ میدونی چه آفتاب مهتاب ندیده هایی رو برات نشون کردم؟ و من شرمنده مادرانگی هایش بشم. برنامه این هفته مرور کتاب رو شنیدید از مسعود بهنود. به این ترتیب به پایان این ساعت از چشم‌انداز بامدادی امروز میرسیم. پخش تصویری ما در اینجا به پایان میرسه، اما صدای ما روی امواج رادیویی تا 1 ساعت دیگه ادامه داره. با ما باشید.